آموزش زبان انگلیسی پایه 11 درس اول ویژن 2 پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی. در این ویدیو به بررسی و تدریس سطر به سطر کتاب زبان انگلیسی پایه 11 درس اول پرداخته شده است. Lesson 1 درس اول زبان پایه 11 تدریس خط به خط کتاب Vision 2 Understanding people فهمیدن مردم People مردم جمع هست Understanding فهم درک Interesting facts حقایق جالب Interesting یعنی جالب facts حقایق جمع fact هست fact به معنی حقیقت خب interesting صفت fact هست fact اسم قبل از اسم صفت میاد There are about 7,000 languages in the world حدود در حدود 7,000 زبان در دنیا وجود دارد دقت کنید دوستان اینجا there are و there is مفرد there are جمعه در حدود 7,000 زبان در دنیا وجود دارد به تلفظ کلمه world دقت کنید نگید world دنیا جهان language یعنی زبان world دنیا جهان about حدوده در حدوده Most languages of the world have no written form بیشتر زبان‌های دنیا شکل نوشتاری ندارند Most یعنی بیشتر Have به معنی داشتن Written اسم مفعول فعل write هست Write, wrote, written Form یعنی شکل The Holy Quran is available In more than 100 languages. قرآن مقدس در بیش از 100 زبان موجود است. In more than در بیش از available فراهم موجود در دسترس. Holy Quran قرآن مقدس. دقت کنید چون اسم کتاب آسمانی هست و خاص هست با حرف بزرگ نوشته شده. One language dies about every 14 days. هر زبان یک زبان از بین می رود حدود هر 14 روز هر 14 روز یک زبان از بین می رود یا می میرد 14 دقت کنید دوستان استرس کلمه روی تین می افته every به معنی هر die مردن از بین رفتن language یعنی زبان deaf people use sign language to communicate افراد ناشنوا از زبان اشاره برای برقراری ارتباط استفاده می کنند deaf people ناشنوایان افراد ناشنوا use استفاده کردن sign language زبان اشاره to communicate برای برقراری ارتباط جهت ارتباط برقرار کردن صفحه بعد کتاب توجه کنید دوستان اینجا چهار تا تصویر داریم و این تصاویر رو باید یه کلمه بنویسیم که اون کلمه یا عبارت به این تصاویر اشاره داره خب اولین تصویر رو ملاحظه میکنید ببینید languages Arabic, English, Persian
Bulgarian, French, German و غیره هستند که بیانگر different languages هست، یعنی زبان‌های مختلف، زبان‌های متفاوت. تأثیر بعد مربوط به sign language، زبان اشاره هست. تأثیر بعدی بیانگر communicating thoughts، یعنی افکار ارتباطی، تلپاتی. و تصویر آخر هم بیانگر ترافیک ساینس هست، به معنی علائم رفت آمد، علائم ترافیکی، عبور و مرور. صفحه 17، get ready، آماده شوید، آماده شدن. A، look at the map، به این نقشه نگاه کنید. map به معنی نقشه. choose 6 countries and write their languages، 6 تا کشور رو انتخاب کنید و زبان آنها رو بنویسید. write به معنی نوشتن، choose به معنی انتخاب کردن، map هم یعنی نقشه. choose 6 countries، 6 کشور رو انتخاب کنید. خب دوستان توجه کنید که پاسخ به این سوال کاملا پیشنهادی هست. شما هر کدوم از این کشورها رو که وجود دارن میتونید انتخاب بکنید. حالا ما یه سری پیشنهاد رو در این قسمت آوردیم. صفحه 17، راشا، روسیه، زبانش هست راشن، روسی. چاینا، کشور چین، چاینیز، چینی، زبان چینی است. به تلفظها خیلی خیلی دقت کنید. چاینا، چاینیز، چین، چینی. عراق، کشور عراق که زبانش عربیک، عربی هست، اند کردیش و همچنین کردی. چهارمین مورد، ژاپن، ژاپنیز، ژاپن و ژاپنی. پنجمین مورد، پاکستان، اردو، زبان پاکستان اردو است. و ششمین مورد، ترکی، ترکیه و ترکیش، ترکی. خب دوستان توجه کنید که موارد دیگر رو هم در اینجا میاریم. گفتیم که ما 6 تای اول رو آوردیم، میتونید از این موارد هم که در ادامه میاریم استفاده کنید. مثلا ایران، ایرانیان لنگویجز، ایران، زبانهای ایرانی، مانند پرژن، فارسی، کردیش، کردی، ترکیش، ترکی، عربیک، عربی و گیلکی و غیره. و یا امریکا، آمریکا یا یونایتد استیتس، انگلند، یونایتد کینگدم که زبان اونها انگلیسی هست. اسپین، اسپانیش، اسپانیا، اسپانیایی. دقت کنید دوستان، اسپین کشور اسپانیا رو میگن، اسپانیش زبان اسپانیایی رو میگن یا ملیت اسپانیایی. جرمنی، آلمان، جرمن، آلمانی. ایتالی، ایتالیا، ایتالیان، ایتالیایی. فرانس، فرانسه، فرنچ، فرانسوی. خب ببینید دوستان، اینجا پایین صفحه گفته Are you familiar with any of the above languages؟ آیا شما با هیچ کدوم یک از زبان‌های بالا آشنایی دارید؟ If yes, circle them. اگه بله، دورش خط بکشید. خب میتونید اینجا مثلا دور زبان فارسی، زبان کردی، زبان عربی، زبان گیلکی، میتونید حالا زبان انگلیسی و یا آلمانی، فرانسوی، هر کدوم رو که میخواید میتونید دورش خط بکشید. صفحه 18، be match the signs with their meanings. خب match یعنی جور کردن، signs یعنی نشانه ها، meanings یعنی معانی. خب نشانه ها رو با معانی اونها وصل کنید، جور کنید. There is one extra sentence، یک جمله اضافی وجود داره، یک جمله اضافی است. extra به معنی اضافی. خب دوستان توجه کنید، علامت اول با قسمت B وصل میشه. turn off your mobile phone،
turn off خاموش کردن، گوشی تلفن همراهتون رو خاموش کنید، گوشی موبایلتون رو خاموش کنید. turn off به معنی خاموش کردن. دومین تصویر که به گزینه A وصل میشه، there is a parking lot around، در این حوالی یک پارکینگ وجود دارد، در این نزدیکی محوطه یه پارک ماشین وجود داره. خب دومی هم که گفتیم turn off your mobile phone، گوشی موبایلتون را خاموش کنید. تصویر سوم که وصل میشه به گزینه F، do not swim here، در اینجا شنا نکنید، در اینجا شنا نکنید. تصویر بعدی، چهارمین تصویر، به گزینه E وصل میشه، you are near a restaurant، شما نزدیک یک رستوران هستید، near یعنی نزدیک. و آخرین تصویر، تصویر پنجم، keep off the grass، به گزینه D وصل میشه، یعنی وارد چمن نشوید، روی چمنها راه نروید. که دوستان ببینید بالا گفته بود there is one extra sentence، یک جمله اضافی هست که جمله C میشه که please be quiet، لطفاً ساکت باشید، quiet یعنی ساکت، که جمله extra یا اضافی هست. C گفته number the following activities from 1 to 6 according to how frequently you do them when you learn a foreign language. خب دوستان دقت کنید که اینجا گفته فعالیت های زیر رو از شماره 1 تا 6 شماره گذاری کنید، بر این مبنا که برای مکالمه زبان انگلیسی اولویت های شما کدوما هستند. خب اولین مورد طبق شماره ما ترجمه میکنیم و بررسیشون میکنیم. اولین مورد listening to the news، گوش کردن به اخبار. دومین مورد watching movies، تماشا کردن فیلم ها، movies فیلم، news یعنی اخبار. سومین مورد surfing the net، جستجو کردن در اینترنت، net اینترنت، surfing جستجو، جستجو کردن. و چهارمین مورد reading story books، خواندن کتاب داستان، story books کتاب داستان. پنجمین مورد talking to foreigners، صحبت کردن با خارجی ها، talk to صحبت کردن با foreigners، بیگانگان، خارجی ها. و آخرین مورد هم writing letters or emails، نوشتن نامه یا ایمیل. ایمیلز، ایمیل، letter، نامه. صفحه 19 conversation، مکالمه. besides علاوه بر mother tongue زبان مادری، experience تجربه، absolutely قطعاً، fluently با سلاست، به طور روان، به روانی، to be honest صادق بودن، و point نقطه یا نقطه، World Bank بانک لغت یا بانک کلمه. دوستان دقت کنید ببینید در کانال بنده تجزیه و تحلیل کامل این متن وجود داره، میتونید ویدیوهای مربوط به این سفر رو هم مشاهده بفرمایید به صورت مجزا. بابک سابریان is a translator who works for IRIB، Islamic Republic of Iran Broadcasting. ترجمهش میشه بابک سابریان یک مترجمه که کار میکنه برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. خب اینجا ببینید سرکلمه های واژه‌ساز بهش میگن acronyms که در پایین اومده، Islamic I، Islamic Republic R، Iran I، و Broadcasting که آخرین قسمت هست، بی Broadcasting یعنی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. Today he is hosting Meysam in his office، امروز او میزبان Meysam در دفترش هست، host میزبان. Meysam is a high school student، Meysam یک دانش آموز دبیرستانی است. He is interviewing Mr. Sabarian for his school project،
او برای پروژه مدرسش در حال مصاحبه کردن با آقای صابریان هست. القاب و عناوین با حرف بزرگ نوشته میشن. نام و نام خانوادگی افراد در زبان انگلیسی با حرف بزرگ نوشته میشه. میثم و آقای صابریان. Thank you Mr. Sabrian for inviting me to your office. خب ممنونم آقای صابریان برای دعوت کردن من به دفترتون. Invite دعوت کردن، office دفتر اداره. You're welcome یه اصطلاح کاربردی است، خواهش میکنم قابلی ندارد، خیلی خوش آمدید هم معنی میده. I heard you know three languages, is that right? شنیدم که شما سه تا زبون بلدی، درسته؟ Is that right؟ درسته؟ Here به معنی شنیدن، گذشتش میشه heard. تلفظ رو دقت کنید. Here, heard. Well, actually four languages. میگه خب در واقع چهار زبان. Actually یعنی در واقع. Four, really؟ چهار؟ درست؟ واقعاً؟ What languages do you know? چه زبانهایی شما بلدی؟ Besides my mother tongue, Persian, I know English, French and Russian well. علاوه بر زبان مادریم که فارسیه، من انگلیسی و فرانسوی و روسی رو به خوبی بلدم. Interesting. جالبه. Interesting. جالبه. And when did you learn them? و کی اونا رو یاد گرفتی؟ I began learning English at school when I was 13. I began learning English at school when I was 13. من شروع به یادگیری انگلیسی کردم در مدرسه وقتی که 13 سالم بود. بعد از begin جراند اومده. انگلیسی هم زبان خاصه، در همه جا با حرف بزرگ نوشته میشه. Then I began learning French in a language institute when I was 15. میگه بعدش شروع کردم به یاد گرفتن فرانسه در یک مؤسسه زبان وقتی که 15 سالم بود. Language institute، مؤسسه زبان. و began گذشته فعل begin هست، به معنی آغاز کردن، آغاز شدن. And I learned Russian when I was a university student in Moscow. و روسی رو یاد گرفتم، شروع کردم به یادگیری روسی زمانی که یه دانش آموز یا دانشجوی برای یه دانشجوی دانشگاه بودم در مسکو. مسکو. University دانشگاه. خب اینجا هم گفتیم Islamic Republic of Iran Broadcasting، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. میثم و آقای صابریان ادامه مکالمه صفحه 20. Can you use all of them fluently؟ میگه میتونی استفاده کنید از اونها با سلاست. Fluently با سلاست، use استفاده کردن. I know all of them well but I use English more. میگه همه اونها رو به خوبی بلدم اما استفاده میکنم از انگلیسی more بیشتر. Okay. بسیار خوب. Do you think language learning should start as early as possible؟ آیا فکر میکنی که یادگیری انگلیسی بایستی شروع بشه در سریعترین زمان ممکن، در زودترین زمانی که امکانش هست؟ Possible یعنی ممکن، early به معنی زود. My experience says interest and hard work are really more important than age. تجربه من میگه که علاقه و سخت کوشی واقعا مهمتر هستند از age. Age به معنی سن، important به معنی مهم. That's an important point. این یک نکته مهمه. May I know what your favorite language is؟ میتونم
بدونم، اجازه دارم بدونم که زبان مورد علاقت چیه؟ English, French or Russian؟ انگلیسی، فرانسوی یا روسی؟ To be honest، صادقانه بگم، I enjoy using them all but my favorite language is absolutely my mother tongue. میگه صادقانه بگم من از استفاده کردن از همه اونها لذت میبرم، اما زبان مورد علاقم قطعا زبان مادریمه. اینطور رو دقت کنید دوستان، Persian فارسی، French فرانسوی، Russian روسی و English انگلیسی. Questions، پرسش ها، سوالات. Answer the following questions orally، به پرسش های زیر به صورت شفاهی پاسخ دهید. اولین پرسش، Where does Mr. Sabrian work؟ آقای سابریان کجا کار میکنه؟ He works for Islamic Republic of Iran Broadcasting. او کار میکنه برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دومین مورد، Was Mr. Sabrian living in a foreign country when he was 13؟ میگه آیا آقای سابریان در یک کشور خارجی زندگی میکرد زمانی که 13 سالش بود؟ No, he doesn't. نه. سوال سوم، How many languages do you know؟ چند تا زبان شما بلدی؟ این سوال هم How many یعنی چه تعداد، برای اسامی قابل شمارش قبل از languages How many اومده. خب جواب میتونه متنوع باشه، I know 3 languages، من سه تا زبان بلدم. New words and expressions، لغات و اصطلاحات جدید، صفحه 21. A look, read, look, read and practice. نگاه کنید، بخوانید و تمرین کنید. مازندران is one of the best farming regions of Iran. مازندران یکی از بهترین نواحی کشاورزی در ایران است. Regions منطقه، ناحیه. Asia is the largest continent of the world. آسیا بزرگترین قاره دنیاست. Continent به معنی قاره. آسیا بزرگترین قاره جهان است. Does water really exist on Mars? واقعا روی مریخ آب وجود دارد؟ Exist وجود داشتن. Spanish is Diego's native language. اسپانیایی زبان بومی یا فطری دیاگو است. Native محلی، بومی. Spanish اسپانیایی. Dictionary prices range from 5 to 15. قیمت‌های فرهنگ لغت از 5 تا 15 دلار رده بندی می شوند. رنج دامنه محدودی تغییرات. پرایس نرخ بها. ادامه می دیم با صفحه 22. Rice is the most popular food in Iran. برنج محبوب ترین غذا در ایران است. Popular محبوب، مردم پسند. مشکور، رایج هم معنی میده. Today less than 40% of people live in villages. امروز کمتر از 40% مردم در روستاها زندگی میکنند. Imagine you are traveling in space. Imagine به معنی تصور کردن، تخیل کردن، خیال کردن. تصور کنید به فضا مسافرت میکنید. Scientists say that by 2050 wind power can meet the needs of the world. دانشمندان میگویند تا سال 2050 نیروی بادی میتواند نیازهای جهان را تامین کند. Meet the needs of، برآورده کردن نیازها. Wind power، نیروی باد.
پس دانشمندان میگویند که تا سال 2050 نیروی بادی میتواند نیازهای جهان را برطرف نماید. We are living in the 21st century. ما در قرن 21 زندگی میکنیم. Our teacher tried to explain the new word by means of sign language. معلم ما سعی کرد کلمه جدید را به وسیله زبان اشاره توضیح دهد. Our teacher tried to explain. بعد از try مصدر با تو اومده. Infinitive. The new word by means of sign language. By means of از طریق به وسیله. Be read and practice. بخونید و تمرین کنید. Society جامعه a large group of people who live together. گروه بزرگی از مردم که با یکدیگر زندگی می کنند. We live in an Islamic society. ما در یک کشور یا جامعه اسلامی زندگی می کنیم. Ability یعنی توانایی. The physical or mental power or skill to do something. توانایی بدنی یا ذهنی یا مهارت انجام کاری. Skill مهارت، power نیرو، mental ذهنی. Human's ability to talk makes him different from animals. توانایی انسان برای صحبت کردن او را از حیوانات دیگر متمایز می کند. Human انسان ability توانایی. Vary to be different from each other. متفاوت بودن از همدیگر. In some cities prices vary from shop to shop. در برخی از شهرها قیمتها از مغازه به مغازه دیگه متفاوت هستند. میکاپ تشکیل شدن تو فرم ا ثینگ اماونت او نمبر. شکل دادن چیزی مقداری یا عددی. چاینا میکس اپ 18% of the world's population. چین 18% از جمعیت دنیا را تشکیل می دهد. Despite با وجود علارغم without taking any notice of بدون توجه به I enjoy the weekend despite the bad weather. از آخر هفته لذت می برم علارغم آب و هوای بد. C, go to part 2 of your workbook and do A and B. دوستان دقت کنید که تدریس سطر به سطر و خط به خط کتاب‌های کار هم در کانال موجوده، میتونید مشاهده بفرمایید. Weather آب و هوا despite بدون توجه به و weekend آخر هفته. Reading متن خواندنی یا خواندن. Languages of the world زبان‌های دنیا. Language is a system of communication. System یعنی سیستم نظام. Language زبان. Communication ارتباط. It uses written and spoken forms. یعنی از زبان، از اشکال گفتاری و نوشتاری استفاده می کنند. People use language to communicate with each other in a society. مردم از زبان استفاده می کنند برای برقراری ارتباط با همدیگر در یک جامعه.
They exchange knowledge, beliefs, wishes and feelings through it. آنها رد و بدل میکنند دانش، عقاید، آرزوها و احساسات through it از طریق آن. Languages vary greatly from region to region. یعنی زبانها از محلی به محل دیگه خیلی فرق میکنند. They are so different that a person may not understand the language of someone from another region, country or continent. خب continent یعنی قاره، understand یعنی فهمیدن، region یعنی منطقه ناحیه. It is not surprising to hear that today about 7,000 languages exist in the world. 7,000 exist وجود داشتن. There are more than 2,000 languages in Africa, 1,000 in the Americas, more than 2,250 in Asia, about 230 in Europe, and more than 1300 in Oceania. Oceania, قاره اقیانوسیه. و exist به معنی وجود داشتن، continent به معنی قاره. Native speakers of these languages range in number from very large with hundreds of millions of speakers to very small with fewer than 10 speakers. The most popular language in the world is Chinese. خب Chinese زبان چینی China Chinese popular رایج the most popular رایجترین speakers سخنوران The most popular language in the world is Chinese. گفتیم که محبوب ترین زبان در دنیا چینیه چون جمعیتش از همشون بیشتره. More than 1 billion people in the world speak Chinese. بیشتر از 1 میلیارد نفر در دنیا به زبان چینی صحبت میکنند. Billion میلیارد more بیشتر. صفحه 25 Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese. But there are about 1 billion learners of English all around the world. They learn English as an international language. International بین المللی learners یادگیرندگان fewer کمتر native بومی English انگلیسی و interestingly به طور قابل توجه Chinese زبان چینی About 50% of the world's languages have fewer than 5,000 speakers In the beginning of the 21st century 204 languages had fewer than 10 speakers and 344 languages had between 10 and 99 speakers. The 448 languages with fewer than 99 speakers make up nearly 8% of the world's languages. We call them endangered languages. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die too. خب دوستان دقت کنید beginning آغاز percent درصد speaker سخنور century قرن beginning به معنی آزاد و make up تشکیل دادن endangered
languages در معرض نابودی. As the speakers of such languages grow old and die, their languages will die too. از همانطور such اینچنین grow شدن و die مردن. اینجا رو دقت کنید دوستان، توی آخر جمله هم به معنی همچنین هست. All languages are really valuable despite their differences. Every language is an amazing means of communication that meets the needs of its own speakers. It is impossible to imagine the world without language. Therefore, we should respect all languages no matter how different they are and how many speakers they have. خب دوستان توجه کنید، valuable ارزشمند، despite علی‌رغم، meet the needs برآورده کردن نیازها، imagine تصور کردن، impossible غیر ممکن، own speakers its own speakers، گویش سخنگویان خودش، no matter مهم نیست، different مختلف متفاوت. Reading strategy، استراتژی خواندن. Scanning، اسکن کردن. دوستان دقت کنید، scanning به معنی نگاه اجمالی است برای درک اطلاعات مفید و همچنین جامع. میتونید که به ادامه مطلب توجه کنید. دوستان توجه کنید که گاهی اوقات ما میخواییم از داخل یک متن یه سری اطلاعات خاصی رو استخراج کنیم، مثل عدد، مثل نام اشخاص، مثل کلمات خاص و عبارتهای خاص. حالا تو این حالت ما باید از اسکنینگ استفاده کنیم. You can scan a reading passage to look for and find specific information quickly, such as a number, a name, a word, or a pattern. Or a phrase. Follow these steps to scan. این مراحل رو دنبال کنید جهت scanning، یعنی نگاه اجمالی داشتن. Make a clear picture in your mind of the information you are looking for. میگه یک تصویر واضح رو بسازید در ذهنتون از اطلاعاتی که دارید دنبالش میگردید. Look for، جستجو کردن. Look for that information، جستجو کنید به دنبال اون اطلاعات. Look for، جستجو کردن. Information، اطلاعات. Move your eyes quickly across the text. Don't read every word. When you find the information, read the sentence and mark the information. Look for، جستجو کردن. Move، حرکت دادن. Eyes، چشم ها. Across، در سراسر. The text، متن. Don't read، نخونید. Find، یافتن، پیدا کردن. Stop، توقف کردن. Sentence به معنی جمله. Mark، نشانه گذاری کردن. پایان صفحه 25 بریم سراغ reading comprehension، خواندن و درک مفاهیم. دوستان توجه کنید که متن ریدینگ رو برای سوال اول گفته scan the passage for the following numbers، match them with the information، there is one extra number. گفته که متن خوندنی رو در جستجوی اعدادی که
گفته اسکن کنید و متن رو با اطلاعات مطابقت بدید. یک عدد هم اضافی هست. There is one extra number. 548, 2258, 1300 and 204. خب دوستان توجه کنید، ببینید اینجا 5 تا عدد داریم، 4 تا جمله. در قسمت سمت چپ این جای خالی که داریم باید شماره عدد رو بنویسید. The number of languages with speakers fewer than 10. خب تعداد زبان‌ها با گویشورانی که کمتر از 10 تا. The number of languages with speakers fewer than 10. کمتر از 10 تا سخنور دارند تعداد زبان‌ها. خب اینجا با گزینه ای مچ میشه که 204 است. The percent of endangered languages، درصد زبان‌های در معرض نابودی وست میشه به گزینه C. The number of languages with speakers fewer than 99، تعداد زبان‌ها با سخنگویانی کمتر از 99 تا که وصل میشه به گزینه A. و آخرین مورد هم وصل میشه به گزینه D که میگه the number of languages، تعداد زبان‌ها in Oceania، در قاره اقیانوسیه. تمرین دوم ببینید. Scan the passage for the proper nouns. متن رو در جستجوی اسامی مناسب اسکن کنید. The language with more than 1 billion learners. خب جواب که انگلیسی بود. The continent with 1000 languages، قاره با 1000 زبان که میشه امریکا، آمریکا. و the language with the largest number of native speakers میشه چاینیز، چینی هست که سخنوران بومی خودش رو داره، native speakers. See, scan the passage and answer the following questions. میگه متن رو اسکن کنید و به سوالات زیر پاسخ بدید. A. How many languages are there in the world? There are about 700 languages in the world. حدود 700 زبان در دنیا وجود دارد. What is the number of endangered languages؟ اسم شماره تعداد زبان‌های در حال انقراض چند تاست؟ 548 است. Which continent has the largest number of languages in the world؟ کدوم قاره بیشترین جمعیت رو در دنیا داره؟ کدوم قاره بیشترین تعداد زبان رو در دنیا داره؟ Asia with more than 2250 languages. آسیا با بیشتر از 2250 زبان. آخرین سوال. Read the sentences. Put T for true and F for false. If a sentence is false, correct it. گفته جملات رو بخونید، در جلوی جملات درست یا غلط رو بنویسید. اگه جمله درست می‌نویسید T، اگه جمله اشتباهی می‌نویسید F. If a sentence is false, correct it. اگه جمله غلطه درستش کن. Through languages people can exchange only knowledge.
که اشتباه است، نادرست است. Through از طریق، exchange مبادله کردن، only فقط، و knowledge یعنی دانش. When a language has no speaker, it dies out. Speaker یعنی سخنور، die out منقرض شدن. که درسته. و آخرین مورد، only a few languages can meet the needs of their own speakers. تنها معدودی از زبان‌ها میتونن برآورده کنن نیازهای خودشون رو، گویشوران خودشون رو، که پاسخ این قسمت هم نادرسته. Vocabulary development، توسعه واژگان. Synonyms، مترادف ها. Synonyms are words with similar meanings. For example, hard and difficult or begin and start are synonyms. Learning synonyms is a good way to develop our vocabulary. دوستان توجه کنید، مبحث این صفحه مربوط به مترادف ها است. چند تا ویدیوی عالی و کاربردی راجع به کلمات مترادف دبیرستان داریم، میتونید اون ویدیوها رو نگاه کنید. مترادف ها کلماتی هستند که معنی های مشابه دارند. مثلا hard و difficult یا begin و start رو دو به دو، به صورت دو به دو مترادف هستند. یاد گرفتن مترادف کلمات راه خوبی برای گسترش دامن لغته. Learning synonyms is a good way to develop your country. A. Write the words that mean the same under the pictures where they belong. خب گفته در تصویرهای زیر، در زیر هر تصویر دو تا کلمه مترادف مربوطه رو بنویسید. small کوچیک، کوچک. fast سریع، powerful قوی. tiny کوچک، ریز. quick سریع، simple ساده. strong قوی. و easy آسان. خب زیر تصاویر باید این کلمات رو بنویسیم دیگه. fast یعنی سریع، quick به معنی سریع. خب easy ساده، simple ساده، و strong قوی، powerful قدرتمند. tiny ریز، small کوچک. Be two of the words in each group are synonyms. Find them. میگه دو تا از کلمات هر گروه با هم مترادف هستن، اونا رو پیدا کنید. Amazing و wonderful مترادف هستن. Seek search for exercise که exercise میشه. Quit, leave, give up که میشه leave. و قسمت دی، fortunately, luckily, really و really یعنی واقعا. luckily خوشبختانه، fortunately خوشبختانه. see, look back at the reading to find synonyms for the word. میگه به متن ریدینگ مراجعه کنید و مترادف کلمات زیر رو بیابید. این پاراگراف 2، در پاراگراف دوم، find a synonym for largely که میشه greatly. این پاراگراف 4، در پاراگراف 4، find a synonym for nearly میشه about. این پاراگراف 5، در پاراگراف 5، find a synonym for to form میشه make up.
یه مترادفی برای تشکیل دادن بساز که میشه make up. پاراگراف ششم find a synonym for to think of. میشه imagine. imagine to think of یعنی تصور کردن، تخیل کردن. صفحه بعدی صفحه گرامر هست، دستور زبان هست. read the following texts، متن‌های زیر را بخونید. An endangered language is a language that has very few speakers. یه زبان در معرض نابودی زبانیه که گویشوران خیلی کمی داره. Nowadays, many languages are losing their native speakers. Native speakers یعنی سخنگویان بومی. When a language dies, the knowledge and culture disappear with it. A lot of endangered languages are in Australia and South America. Some of them are in Asia and Africa. The number of live languages of the world is around 7,000. And many of them may not exist in the future. Many researchers are now trying to protect endangered languages. This can save lots of information and cultural values of people all around the world. Information and اطلاعات. There are many uncountable words for food in English. Native speakers often use words such as a bag of, two slices of, or a piece of with uncountable nouns. This usually happens when they go shopping. They may ask for two bottles of water, a bag of sugar, a loaf of bread, or 2 kilos of meat. In a coffee shop, they may order a cup of tea, a piece of cake, or a glass of juice. If a foreign learner uses uncountable words wrongly, English speakers may not understand them well. So when you learn English, be very careful about this important point. خب دوستان عزیز صفحه 29 بخش B read the following examples compare the columns. Singular countable a car. Plural countable jam 2, 3, 4 cars. Uncountable غیر قابل شمارش traffic رفت آمد. Singular countable یعنی مفرد باشه و قابل شمارش. A book, a bird و a man. Plural countable قابل شمارش باشه با جمع. So many books. ببینید books, birds و men. Uncountable غیر قابل شمارش باشه مثل اطلاعات، مثل chicken soup و مثل نان bread. خب دوستان ببینید questions سوالی، جملات رو سوالی کرده، answers و پاسخ داده به سوالات. توجه کنید ما اسما رو به دو دسته طبقه بندی میکنیم در این بخش. بخش اول از گرامر دست اول اسما رو به دو دسته طبقه بندی میکنیم.
اسمای قابل شمارش و اسمای غیر قابل شمارش. اسمای قابل شمارش اسمای قابل شمارش و اسمای غیر قابل شمارش. اسمای قابل شمارش با اس و ایس جمع بسته میشن، قبل از مفرد اونها معمولا ای یا ان میاد، مثل برد، مثل بوی، مثل بسکت. اسامی غیر قابل شمارش قابل شمارش نیستن، این اسما به صورت مفرد در جمله به کار میرن. خب اینجا مثال های مربوطه رو میبینید، مثال ها رو قشنگ مطالعه میکنید و ادامه میدیم. صفحه 30 هینت، اشاره، نکته، مجوات with uncountable nouns، با اسامی غیر قابل شمارش از کلمات اندازه‌گیری استفاده شده استفاده میشه. a bottle of، یک بطری از، 2-3 bottles of water of. دوستان توجه کنید، با توجه به مواردی که در صفحه قبل داشتیم یک سری توضیحات رو خدمتتون بگم. little و a little که در این مبحث داریم، این کلمات، دو تا کلمه در واقع معنیشون میشه کمی، قبل از اسامی غیر قابل شمارش به کار میرن، مثل a little soup، a little milk. خب پس a little و little رو داریم، a little milk, a little soup. خب much رو در ادامه داریم، much با اسامی غیر قابل شمارش میاد و با فعل مفرد. از کاربرد much هم میتونیم در جملات منفی، مثبت و یا سوالی استفاده کنیم. صفحه 31 بخش سی، tell your teacher how different countable and uncountable nouns are. خب بازم دوستان ببینید، موارد مختلفی هست که در جای خودش اون موارد رو توضیح میدیم. به معلمتون بگویید که چقدر اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش متفاوت هستن. خب یه توضیحاتی رو خدمتتون دادیم. Underline all countable and uncountable nouns in reading. همه اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش رو در reading پیدا کنید، زیرش خط بکشید. E. Choose appropriate words to complete the following sentences. میگه با استفاده از کلمات مناسب جملات زیر را کامل کنید. خب The students need to read many books about history. Many، ببینید ما اینجا books رو داریم، جمع قابل شمارش از many استفاده میکنیم. Please buy a loaf of bread for breakfast. دومین مورد، please buy a loaf of bread for breakfast. سومین مورد، children should drink a lot of milk. و we did not have many visitors this week. Could you please bring me a glass of water? تمرین بعدی، if pair up and ask and answer the following questions. خب به صورت جفتی سوال بکنید و جواب سوالا رو
جواب این سوال رو بدید. How many books did you read in summer؟ چه تعداد کتاب در تابستان خواندی؟ I read 2 books in summer. من 2 تا کتاب رو در تابستون خوندم. How much milk do you think How much milk do you drink each day? I drink a glass of milk each day. من هر روز یه لیوان شیر می نوشم. How much money do you save each month? هر ماه چه مقدار پول پس انداز می کنی؟ I leave a little money each month. هر ماه یه کمی پول کنار می ذارم. How many pencils do you have in your bag? I have 3 pencils in my bag. چند تا خودکار توی جیب داری؟ من 3 تا خودکار توی کیفم دارم. In your bag یعنی توی کیفت. Go to part 3 of your workbook and do A and B. به بخش سوم برید و A و B رو انجام بدید. دوستان عزیزی که تا اینجای ویدیو رو دیدید، جاتون اینجاست، ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. خیلی خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. روی دکمه لایک بزنید، یک کامنت به انگلیسی بنویسید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. بخش سی آلسو همچنین ببینید. Numbers اعداد. گفته read the examples and see how numbers are used before nouns. گفته مثالا رو بخونید ببینید اعداد چگونه قبل از اسما به کار میرن. Numbers اعداد، اعداد A و 1 و اعداد N و 1. دوستان توجه کنید بعد از A و N و آن وان بعد اینها اسم مفرد به کار میره. از این دوتا شماره بعد این دوتا شماره اسمی که میاد اسم جمعه. خب car, apple, tables, chairs, students, bags و men. خب دوستان ببینید اینجا هم مثال هم اسم رو نوشته هم شماره ها رو. Numbers, nouns, languages, birds, cells, donors. $1 million, $2 million, $3 million cells, dollars, $1 billion. بخش B, read the examples and see how numbers are used before adjectives plus nouns. Numbers, عددها, adjectives صفات و بعد از صفات هم nouns اسامی. خب اعداد صفات و اسامی. Small car, red apple, interesting movie, beautiful trees و Canadian dollars. Listening and speaking. صفحه 34 شنیدن و صحبت کردن. Speaking strategy. Shopping, asking and answering about prices and numbers. A گفته you may use how much to ask about prices.
You may use how many to ask about numbers. دقت کنید دوستان، گفته که برای پرسش در مورد قیمت ها میتونید از how much استفاده کنید، برای پرسش در مورد تعداد میتونید از how many استفاده کنید. خب دوستان ببینید، اینجا مثال های متنوعی رو آورده و گوش میدید به نوار صوتی و این موارد رو براتون تلفظ میکنه. May I help you؟ میتونم بهتون کمک کنم. Yes please, I'm looking for some birthday candles. دنبال یک کیک تولد میگردم. دنبال یک چند تا شمع جشن تولد میگردم. How many candles do you need؟ چند تا شمع نیاز داری؟ Birthday روز تولد، candles شمع ها. I need 12 birthday candles. من به 12 تا شمع نیاز دارم. You can find different types of candles over there. Over there به معنی اونجا. How much are they? چقدرن؟ 20,000 tumans. 20,000 tuman. What about this? راجع به اینا چی؟ 10,000 tumans. 10,000 tuman. I think I'll take this. Here you are. Here you are. یعنی بفرمایید. Thank you. ممنون، متشکرم. فکر میکنم I think I'll take this. Here you are. یعنی بفرمایید. You may use the following patterns. Patterns به معنی الگوها. To ask about prices and numbers. دوستان در واقع این قسمت الگوهای پرسیدن قیمت و تعداد است. How much do you or does cost? How much is it? How much are they? و how many are there? صفحه 35. دوستان دقت کنید، گفته be listen to the following conversations and answer the questions. Conversation 1. خب یه مقداری وقت دارید، گوش میدید و سوالات رو ادامه میدید. ببینید این کانورسیشن ما هست، با توجه به کانورسیشن باید به این سوالات پاسخ بدید. The boy wants، پسر میخواد، an English to Persian dictionary. با توجه به این مکالمه، how many words does the first dictionary have? It has more than 15,000 words. بیشتر از 15,000 کلمه داره. پس ابتدا به کانورسیشن گوش میدیم، بعد یه مترادف میاریم و استخدام. اینجا پس how many words does the first dictionary have؟ با توجه به این متنی که میخونید، it has more than 15,000 words. خب این قسمت رو هم دقت کنید دوستان، گفته که pair up and ask at least two questions about the prices of things you or your friends have in your or their bags. You may use the words in the box. خب اینجا سوالات رو در این قسمت آوردیم. How much does the ruler cost? It costs 5,000 tumans. How much do the pens cost? They cost 8,000 tumans. How much is the eraser? It is 7,000 tumans. How much is the notebook? It is 22,000 tumans.
و مکالمه بعدی conversation 2 به این مکالمه هم گوش میدید، صداهاش هست، موجود، صداها رو تهیه میکنید و بهشون گوش میدید. بعدش میریم سراغ جواب سوالات که جواب سوالات رو میگم. How much is a ticket? It is $4. و how many tickets does she want? که 15 tickets. بازم دقیقا یه سری سوالات رو آوردیم مشابه بالا. How many sisters do you have? چند تا خواهر داری؟ I have one sister. I have 10 sisters. How many pencils does she have? She has 5 pencils. How many books do they have? They have 30 books. How many brothers do you have? I have 10 brothers. و پایان این قسمت. خب دوستان، بحث صفحه 36 pronunciation یا تلفظ هست. 8 10 numbers، عدد 10، 10 20 30 10 20 و غیره have strong stress on their first part. روی بخش اولشون استرس میفته. Listen and repeat. گوش کنید و تکرار کنید. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. پس دوستان دقت کنید، اعداد دهگان استرس روی بخش اول میفته. Teen numbers have strong stress on teen. خب اونایی که اعدادی که teen دارن استرس روی teen میفته. She is almost 13. Did it say 80 or 18? پس یه بار دیگه دوستان این مبحث این سفر رو توضیح میدم خدمتتون. در اعدادی که دهگان هستن، مثل 20، مثل 30، مثل 40 تا 90، استرس روی بخش اول کلمه قرار میگیره. خب در بخش بعدی هم گفته در اعداد دارای پسوند تین استرس روی تین قرار میگیره، که ملاحظه میفهمه. پایان صفحه 36، صفحه 37 رایتینگ، بحث مربوط به نگارش. سیمپل سنتنسز، جملات ساده. خب دوستان ببینید، جمله ای که حداقل یک فعل و فاعل داشته باشه بهش میگن جمله ساده. حالا فعل و فاعل چیه؟ فاعل کسیه که جمله در مورد او گفته میشه، فاعل، و فعل چیزیه که درباره فاعل گفته میشه. simple sentences، جملات ساده. ماهان is sleeping. ماهان فاعل، is sleeping فعل. In English every simple sentence must have at least a subject and a verb. خب میگه در حد اقل باید یک فاعل و یک فعل داشته باشه. Such a sentence is called a simple sentence. چنین جمله رو بهش میگن جمله ساده. Who or what the sentence speaks about is called the subject. فاعل. What the sentence says about the subject is called the verb. فعل. In the following sentences, the subject is underlined once and the verb twice. زیر فاعل یه خط کشیدیم، زیر فعل دو خط. ماهان is sleepy. ماهان خوابیده. ماهان is sleeping. ماهان خوابیده است. داره میخوابه. The bird does not sing. The bird فعله، does not sing فعله. The apple fell down. سیب افتاد. The apple fell down. The teacher is hard working. یعنی معلم سخت کوشه.
خب معلم فاعل و is فعلمونه. اینجا صفحه 39 کتاب هستیم. گفته To find the subject, ask who or what the sentence is about. برای شناخت فاعل کافی بپرسیم جمله در مورد چه کسی یا چه چیزیه. Your answer is the subject. پاسخش میشه، پاسختون میشه فاعل. Who is the first sentence about? ماهان. What is the second sentence about? The bird, پرنده. What is the third sentence about? The apple, سیب. Who is the fourth sentence about? The teacher, به معنی معلم. هینت، تذکر. Remember that the subject of a sentence is a noun. خب به خاطر داشته باشید که فاعل جمله اسمه. Any person, place or thing. هر شخص، مکان یا اشیا. Or a pronoun یا یک ضمیر. A pronoun is simply a word like I, we, he, she, it, you or they. Used in place of a noun. خب دوستان توجه کنید که میتونیم به جای اسم که در واقع فاعل هست از ضمیر فاعلی مانند کلماتی که اینجا گفته I, we, he, she, it, you و they استفاده کنیم. Remember that the subject of a sentence is a noun, any person, place or thing, or a pronoun. A pronoun is simply a word like I, we, he, she, it, you, or they, used in place of a noun. دومین قسمت, to find the verb, ask what the sentence says about the subject. برای شناخت فعل کافیه بپرسیم که جمله درباره فاعل چی میگه. What does the first sentence says about ماهان؟ ماهان is sleeping. جمله اول درباره ماهان چی میگه؟ ماهان is sleeping. ماهان داره میخوابه. ماهان خوابیده. What does the second sentence say about the bird? The bird does not sing. جمله دوم درباره پرنده چی میگه؟ پرنده نمیخواند. آواز نمیخواند. What does the third sentence say about the apple? The apple fell down. What does the fourth sentence say about the teacher? The teacher is hard working. معلم سخت کوشه. Hint, تذکر. As you see, همونطور که میبینید, the sentence begins with a capital letter. اولین حرف از اولین کلمه با حرف بزرگ نوشته میشه and ends with a period. و با یک نقطه خاتمه پیدا میکنه. خب یکی از قوانین رایج هست begin شروع شدن, a capital letter یک حرف بزرگ, end پایان یافتن و period نقطه. باید دوستان بدونید جمله با حرف بزرگ شروع میشه و با نقطه تموم میشه. ای رید Each group of words, do these words make a sentence? If yes, write them again with a capital letter and a period. خب اینجا گفته هر گروه از کلمات زیر رو بخونید. آیا این کلمات جمله رو تشکیل میدن؟ اگه جواب مثبت جمله رو با حرف اول بزرگ و نقطه پایان اون رو کامل کنید. خب اولی مورد studying in the library که no sentence جمله نیست. She laughed جمله هست. Suitable for both boys and girls جمله نیست. The lion died جمله است. The tree will fall down جمله است. The baby with her small hands جمله نیست. It is very good for children جمله است. و a beautiful lake in the forest که جمله نیست. دوستان ببینید اینجا جمله دوم she left فاعل و فعل. هر جمله باید فا
فاعل و فعل داشته باشه. خب پس گفتیم که اگه جمله باشه اولین حرف باید با حرف بزرگ باشه، آخرش هم نقطه داشته باشه. She left, the lion died, the tree will fall down, it is very good for children. و جملات رو کامل کردیم. دوستان دقت کنید اینجا، ببینید اینایی که جمله بودن رو نوشتیم، حرف اولشون باید با حرف بزرگ باشه، آخرشون هم باید نقطه داشته باشه. خب صفحه 41، write an appropriate word in the following blanks. The answer will be the subject of the sentence. در جای خالی کلمه مناسب بنویسید. جواب فاعل جمله هست. خب این سوال هم به صورت پیشنهادی جواباشو نوشتیم. ببینید میستر رضوی، میس طاهری، میس فخیم is one of my best teachers. یکی از بهترین معلمان بنده بودن. دومی مورد، a horse, a rabbit, a tiger runs faster than a mouse. خرگوش و اسب و ببر از یه موش سریع‌تر می‌دوان. Every night I my brother exercise for 30 minutes. Many birds animals live in this forest. بسیاری از پرندگان یا حیوانات زندگی می‌کنند در این جنگل. C. After write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be the verb of the sentence. در جای خالی زیر کلمه مناسب بنویسید. جواب فعل جمله هست. خب پس در جای خالی کلمه مناسب رو می‌نویسیم، فعل جمله میشه دیگه جای خالی. The child laughs, cries, cried, is shouting loudly. شایان is, was, isn't always kind to his sister و we. We played, we will play, we have walked for hours, but the museum opens, you're opened at 8 a.m. A simple sentence can also have an object. خب در ادامه جملات ساده، جمله ساده میتونه علاوه بر فاعل و فعل یه مفعول هم داشته باشه. An object is a noun that receives an action. مفعول اسمیه که میگیره یا دریافت میکنه یه عمل رو. در واقع اسمیه که کار روی اون انجام میشه. The students are drinking milk. Milk مفعول object. The students learn English. English مفعول. مهدی visited his doctor. His doctor object. و hint نکته دیگه، you can find an object by asking yourself who or what is receiving the action of a sentence. دقت کنید دوستان، برای شناخت مفعول اینجا گفته که کافیه بپرسیم فاعل کار رو روی چه کسی یا چه چیزی انجام داده. بخش دی گفته read the following sentences, circle the object. Objects. گفته جملات زیر رو بخونید، دوره مفعول هم خط بکشید. The boy runs fast. Mina speaks English. We must respect our neighbors. Shadi is working at home و Ali is a smart student. دوستان ببینید، ما اینجا فقط اون جملاتی که
مفعول داشته مشخص کردیم. English و neighbors. یعنی دور انگلیسی و دور our neighbors باید خط بکشید. بقیهشون مفعول ندارن. بعدی گفته write an appropriate word in the following blanks. Each answer will be an object. They will meet Henry, each other, their grandfathers, Ali and I bought a book, two bikes. We are going to learn Spanish, English, driving. Children should not eat salt, fast food and much sugar. Safi 44, rearrange the words to create correct sentences. I borrowed that book. She's going to turn on the TV. We can learn a new language. و در آخرم my grandfather sang a song. خب, a simple sentence can also have additional information, mostly in the forms of adverbs of place, time and manner. اینجا چی گفته دوستان؟ گفته یه جمله ساده علاوه بر فاعل، فعل و مفعول میتونه اطلاعات اضافی دیگه هم داشته باشه. اطلاعاتی مثل انواع قید، از جمله قید حالت، قید مکان و قید زمان. که در صفحه 44 simple sentence در این قسمت مشخصه. جی گفته read the following sentences, find the subjects. ببینید subject با S, verb با V, object با O و additional information رو با A, I مشخص کنید. فقط دوستان ببینید در صفحه قبلی راجع به قیدا صحبت کردیم دیگه و بحث قیدای تکرار بود که این قیدا قبل از فعل اصلی و بعد از فعل to be قرار بگیرن. قیدای تکرار هم شامل usually هست, always هست, often هست, sometimes هست و never در صفحه قبلی کاملا مشخصه. خب, on weekends I read story books. I فاعل read فعل و story books هم مفعوله. I usually get good grades. I فاعل usually قید get فعل good grades مفعوله. و ادامه ماجرا AI و subject, verb و object. Subject, verb و object. Subject, verb, object و additional information. Using past, present and future tenses, write 5 simple sentences about yourself. I bought some stationery last week. I listen to English music every night. My friends and I read book every day in our school's library. I could swim well when I was 5. I'm going to go picnic next week. What you learned, آنچه شما آموختید و آخرین مطلب هم مربوط به این قسمته. ببینید دوستان, فایل صوتی این قسمت موجوده. ما متنش رو آوردیم, فایل صوتی رو میذارید و
متنش رو با چشم دنبال میکنید. اینجا هم چند تا سوال داره. سوال اول میشه استور، سوال دوم میشه some milk, some rice and some sugar. در قسمت بعدی هم این متن رو میخونید، توجه کنید متن رو میخونید و جواب هم مشخصه. جواب اول a bag of sugar. No he didn't. و he checked the information in his mobile dictionary. هر جا هستید زندگیتون پر از آرامش باشه. یادتون باشه شما به چیزی تبدیل میشید که بیشتر اوقات بهش فکر میکنید و تا موفقیت فقط و فقط یک تصمیم فاصله است. بهترینا رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. ارادتمند و دوستدار همیشگی شما ابوذر حسن‌بند عموزاده. Have a nice time and be glad.